درود بر شما. 26 آذر ماه 1400 خورشیدی و 17 دسامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی. پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه. اما قبل از شروع عرض کنم که رفیق فیلمسازمون آقای رضا علامه‌زاده کلیپ فرستادن و نوشتن روزی نیست که نارضایتی مردم ایران در جای خودش را بروز ندهد، اما شوربختانه جدا جدا کبودی زیر چشم گوهر عشقی این مادر دادخواه ستار بهشتی به من یادآور شد که بزرگترین مشکل در درمان این درد مشترک پراکندگی ماست. یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خودا روی زیر گردم. آیا فقط بوی من زن ایرانی منکر شروع برنامه صدای استاد شجریان بود بر تصاویری از اعتراض‌هایی که گرچه به طور پراکنده در جریان، اما به قول مذهبی از همین اعتراض‌های پراکنده بوی الرحمن جمهوری اسلامی میاد. برای همینه که حکومت یک دست و خشن در مقابل مردم قرار گرفته. حتی وزیر کشورش یک افسر سپاهی که در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب بین المللی است و استاندارهایی که این وزیر کشور گمارده همه سپاهیایی هستند که در فنون نظامی واردن، نه در علم کشورداری و استانداری. بنابراین باید این نظام امنیتی، پلیسی و نظامی رو شناخت و شناختنش قبل از هر چیز با شناختن دست و پای این نظام، یعنی نیروهای متعدد سرکوب، میتونه به دست بیاد. و بنابراین است که در خدمت سرهنگ پاسدار علی رضایی هستیم، از افسران قدیمی اطلاعات سپاه که آخرین سمتشون قبل از بازداشت و زندان یک ساله در سال 95 جانشین اطلاعات استان اردبیل بود. خوش آمدید آقای رضایی به برنامه صفحه آخر. آقای رضایی، در یکی دو گفتگویی که با هم داشتیم در گذشته و لطف کردید و مهمان این برنامه بودید، درباره افراد بسیج شما گفتید که افراد بسیج محلات تعدادشون ثابت نیست، در حالی که سازمان بسیج که رئیسش سرتیب پاسدار غلامرضا سلیمانی است و اینطور نیست، افرادش حقوق بگیر ثابتن، یعنی ازشون مسئولیت خواسته می شود و وظیفه معینی دارن. بسیجی های عضو سازمان بسیج چند نفرن آقای رضایی و وظیفه و مسئولیتشون چیه؟ عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. خدمتتون عرض بکنم که سازمان بسیج یک سازمان در واقع نظامی هست و پرسنلی که دارن پرسنل رسمی سپاه هست، هرچند در سالهای اخیر به خاطر اینکه بتونن دولت رو دور بزنن و مازاد بر اون سهمیشون استخدام داشته باشن، یک عده‌ای رو تحت عنوان بسیجی ویژه هم استخدام کردن که مانند در واقع پرسنل رسمی بهشون حقوق میدن و در جایگاه‌هایی که خالی داشتن یا کم داشتن از اینا استفاده کردن. لذا اگر منظور از سازمان بسیج این بخش به اصطلاح بخشی که قبلا تحت عنوان نیروی مقاومت بسیج ازش نام برده میشد هست که شامل ناحیه ها در شهرستان ها و حوزه ها و پایگاه های مقاومت است، تا سطح حوزه ها البته پرسنل رسمی دارن و اینها حقوق می گیرن، حقوق پاسداری می گیرن. اما اگر منظور از بسیج اونهایی هستن که عضو سپاه نیستن، عضو رسمی سپاه نیستن ولی در سازماندهی بسیج شرکت می کنن، خب اینها
اصولا حقوق نمیگیرن ولی برخی از امتیازات رو اینها میتونن داشته باشن. مثل؟ اما مثل مثلا اعضای پایگاه های مقاومت، مثل گشت های اطلاعاتی، مثل شبکه های بسیج و غیره. نه، امتیازات فرمودین. امتیازات فرمودین مثل چه امتیازات؟ مثل مثلا کسر خدمت سربازی، مثل استفاده از سهمیه بسیجی در ورود به دانشگاه ها، یا اخیراً بحث مالی رو هم پیش آوردن، مثل وام های 50 میلیونی. اینها امتیازاتی هست که باعث میشه بتونن به اصطلاح جذابیت هایی رو ایجاد بکنن که برخی رو هرچند به صورت موقت اما به بسیج بکشونن. اما موضوعی که فرمودید بحث تعداد بسیج چقدر هست، این یکی از مباحثی هست که تقریبا از همون اوائل انقلاب، اوائل تشکیل بسیج که خمینی گفته بود که کشوری که 20 میلیون جوان داره باید 20 میلیون بسیجی داشته باشه یا ارتش 20 میلیونی داشته باشه، خیلی تأکید کردند که این ارتش 20 میلیونی رو تحقق ببخشن، که خب قطعا نشد. حتی یک زمانی اومدن به صورت سوری هم که شده خواستن این رقم رو به 20 میلیون برسونن. حتی مثلا طوری بود که یک نفر مثلا در محله عضو پایگاه بود، در ادارهش مثلا عضو بسیج ادارات بود، در دانشگاه عضو بسیج نمیدونم دانشجویی بود و غیره. همه رو آمار رو اینجوری هم آوردن، دیدن که واقعا نمیشه. حتی بعضن کار به آبروریزی هایی کشید، مثلا در یکی از حوزه ها که برای فرمانده حوزه سهمیه تعیین کرده بودن که باید این همه جذب بکنی، وقتی دیده بود مردم نمیان، رفته بود مشخصات قبرها رو از قبرستان به عنوان بسیجی نوشته بود. و جالبه که دو سال هم اینها، این فوت شدگان، به عنوان اعضای بسیج ازشون نام برده میشد. خب طبیعتا شکست خورد و نتونستن این رو تحقق ببخشن. بعد اومدن به خاطر اینکه حالا خیلی شکست خورده خودشون رو جلوه ندن، از عنوان بسیج 10 میلیونی استفاده کردن که اون رقم 20 میلیون دیگه اونجا نباشه و یک عددی رو گفته باشن. اما واقعیت چیه؟ به خاطر اینکه درک صحیحی از توان بسیج مردمی رو داشته باشیم، باید برگردیم به اون اوجی که سپاه میتونست بسیجی جذب بکنه، یعنی دوره جنگ. من یک سوالی رو از شما و همه بینندگانی که الان برنامه رو میبینن سوال میکنم که یک چالش فکری باشه. فکر میکنید کل افرادی که در طول 8 سال جنگ شرکت کردن، هم از بسیجی، ارتشی، سپاهی، جهادی، شهید، جانباز، رزمنده، همشون چقدر بودن؟ یعنی تعدادشون چقدر بوده؟ والا آنچه آماری که جمهوری اسلامی میده، حالا من و شما نشونین رو زیج، اون آماری که جمهوری اسلامی میده که در مجموع 1 میلیون کشته در جنگ، میگوید که اکثرشون میگوید غیر نظامی نبودند از این 1 میلیون کشته. بنابراین میشه حداقل چه میدونم همون حدود 1 میلیون رو گفت در مجموع نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی اون موقع در جنگ. جمهوری اسلامی طوری تلقی میکنه که اکثریت مردم در جنگ شرکت داشتن و به نوعی جمهوری اسلامی داره پشتوانه مردمی است، در حالی که واقعیت این هست که در طول کل 8 سال جنگ مجموعه افرادی که به عنوان رزمنده، حالا میگم اهم از ارتشی و سپاهی و ژاندارمری و غیره، در جنگ حضور داشتن 1 میلیون و حدودا 1,600,000 نفر است. یعنی این رو اگه تقسیم بکنیم به 8 سال جنگ، تقریبا اون رقم ثابت بین حدودا مثلا 200,000 نفر بوده. این در شرایطی هست که اوج جنگ بوده. البته خب یک سری ها که کادر رسمی بودن، این یه مقدار آمار رو میبره بالا. اما در اوجی که سپاه تونست جذب بسیج بکنه و اینها رو بیاره به میدان، در عملیات کربلای 8 و کربلای 5، 4 و کربلای 5 بود که سپاهیان محمد 100,000 نفری رو سازماندهی کردند که به اون 100,000 نفر نرسید. یعنی در همون اوج حد اکثر برآوردی که میشه 204,000 نفر رو تونستن به جنگ بیارن. حالا این زمانی هست که یک دشمن خارجی هست، یک جنگ هست و میتونن بر اساس احساسات مردم رو بکشونن به جبهه ها و مراکز جنگی. حالا این رو بیایم بگیم که در شرایطی که دشمنی که جمهوری اسلامی تعریف میکنه مردم هست، برادر من هست، همسایه‌مون هست،
پسرعمومون هست، چقدر بسیجی رو میتونن بکشونن به اصطلاح پای میدان. این نشون میده که برخلاف ادعاهاشون اون رقمی که میتونن واقعا بیارن رقم خیلی پایینی هست. و کما اینکه در همین دو سال اخیر، یعنی بعد ماجرای آبان 98، هیچ یک از گردانهای امام علی که گردانهای ضد شورش بودن به حد نصاب نرسیدن و مجبور شدند که بخشی از این گردانها رو از نیروهای تکاوری که در یگانه های رزم هست پر بکنن و حتی به این هم دیگه دیدن نمیشه و در آینده کمتر خواهد شد. بحث سازمان دوم سپاه رو مطرح کردن که بتونن پرسنلی رو که در شرایط حساس مثلا کار خاصی ندارن اینها رو هم در قالب گردانهای ضد شورش سازماندهی بکنن. لذا برآورد من این هست که مجموع نیروهای سرکوب در سراسر کشور حد اکثر دیگه خیلی خوشبینانه بتونیم بگیریم حد اکثر 400 هزار نفر در کل کشور خواهد بود. شامل بسیج که همه بله. ببینید رو خود بسیج، برای اینکه من رو بسیج اول متمرکز شدم چون معمولا درگیری نیروهای بسیج با مردم کف خیابون همیشه آشکار بوده. روی نیروی بسیج در مقابل با مردم حکومت چقدر میتونه حساب کنه؟ ببینید حکومت میدونه که نیروهای مسلح عاقله هیچ وقت اسلحه به روی مردم نخواهند کشید. من این رو به جرأت میگم، اگر اسلحه رو به دست 70-80% پاسدارها هم بدی حاضر نخواهند بود به روی مردم شلیک بکنن. اما در بسیج اینطور نیست. به نوعی بخشی از اراذل اوباش، بخشی از کسانی که ذاتاً آدمهای جنایت پیشه‌ای هستن، یعنی اون روحیه رو دارن، میتونن اینها جذب بکنن و اسلحه دستشون بدن و خیلی راحت هم اینها بخوان شلیک بکنن، چون فکر میکنن که پشتوانه حمایتی دارن و تا حدودی هم همین طور از واقعیت دارند. همین در سرکوب مردم معترض اصفهان اون فردی رو میبینیم که داره راه میره، یک دفعه بر میگرده و با اسلحه شاتگان به سمت مردم شلیک میکنه. خب این یک جرم هست. شلیک با اسلحه زمانی هست که شما یک تهدیدی رو ببینی، یعنی یک مرکز حساسی میخواد نفوذ پیدا بکنن، سر به اصطلاح اشغال بکنن، یا یک اموال عمومی رو میخوان آسیب بزنن، یا شخصی رو آسیب جسمی میخوان بزنن، اون وقت میتونی شلیک بکنی. جای تأسف اینجاست که چون ما سیستم قضایی مستقل نداریم، مثلا دادستان مستقل در کشور نداریم، اینها پیگیری نمیشن، در حالی که همون فرد از لحاظ همین قوانین نیمبند قضای جمهوری اسلامی قابل محاکمه در دادگاه نظامی هست. چون این اتفاق نمیفته برخی به اصطلاح جرأت میکنند و به صورت غیر قانونی به روی مردم اسلحه میکشند و متاسفانه باعث ایجاد تلفات میشن در بین مردم غیر نظامی. آقای رضایی، در اصفهان که اشاره فرمودید، آیا افراد بسیج بودند که با گلوله های ساچمه‌ای مردم رو کور کردن در واقع و شلیک کردن؟ همون اشاره‌ای که کردین مستقیم به طرف مردم، ولی یکیشون فیلم گرفته شده بود و تعدادیشون البته هست در فضای مجازی، اینا بسیجی بودن؟ اینا از کدوم نهاد بودن؟ من فکر میکنم که اینها عضو گردانهای عاشورا بودن، معذرت میخوام، گردانهای امام علی بودن که یگان سرکوب هست. البته عرض کردم گردانهای امام علی ابتدا طراحیشون این بود که همه پرسنلش پرسنل بسیجی باشه، اما چون تحقق پیدا نکرد و بسیج کمتر اومد، در سالهای اخیر از نیروهای تکاور یگانهای رزمی و سازمان دوم سپاه اومدن تزریق کردن، اما اسمی که روش گذاشتن اسم بسیج است. یعنی ممکن هست بعضا از پرسنل رسمی هم بوده باشن، اما به صورت عام به عنوان بسیجی خطاب میشن. ولی گردانهای ضد شورش امام علی به هر حال زیر مجموعه سپاه پاسداران، ولی ساختار بسیج هست، چون سپاه پاسداران بسیج زیر امره، زیر مجموعه سپاه هست. میشه دریافت که به طور تخمینی که تعدادشون چقدره؟ برآوردی که میکنن این هست که هر ناحیه بین 1 تا 3 گردان
عاشورا رو میتونه، سه گردان امام علی رو میتونه داشته باشه، ولی در مراکز استان ها مثلا استان اردبیل فقط یک گردان امام علی رو تونستن سازماندهی بکنن، تازه اون هم یک گروهانش رو از نیروهای تکاور آوردن. یعنی حتی اون ساختار و سازمانی که دارن تحقق پیدا نمی کنه معمولا. یک گردان یعنی چند نفر در مثلا اردبیل که فقط یک گردان بود؟ از سه گروهان 70 نفره تشکیل میشه، مثلا 210 الی 220 نفر با ارکانش. صحیح. خب در سرکوب اعتراضای خیابونی آیا مرحله بندی هست آقای رضایی، که مثلا اول نیروی انتظامی وارد میشه، قاعدتا این چیزی که میبینیم اینه، بعد بسیج بیاد، بعد سپاه بیاد، مثلا بعد تکاورا بیان، همین گردان امام علی که شما فرمودین و غیره، چه جوریه؟ بله ببینید، نهاد تصمیم گیر در اعلام وضعیت ها ما 4 تا وضعیت داریم: وضعیت سفید یا عادی هست، وضعیت خاکستری هست که احتمال تحقق یک تجمع یا اعتراض وجود داره، وضعیت زرد هست که مردم معترض جمع شدن و احتمال تقابل وجود داره، و وضعیت قرمز هست که درگیری به اصطلاح شده و ممکن هست حتی به مرحله سقوط و فروپاشی برسه. این تعیین این سطح توسط شوراهای تأمین در استانها و شورای امنیت کشور در وزارت کشور هست. این که فرمودید چرا دارن وزارت کشور رو و استانداری ها رو نظامی میکنن، به خاطر همین هست، چون وظیفه تعیین این مراحل و وظیفه سرکوب ملت بر عهده همین شورای عالی، شورای به اصطلاح امنیت کشور، شورای امنیت کشور، بله این شورای امنیت کشور با شورای عالی امنیت ملی فرق داره ها. بله این در کشور هست، شورای امنیت کشور زیر مجموعه وزارت کشور. بله خب این 4 وضعیت که هست، بله، در وضعیت سفید مسئولیت با نیروی انتظامی هست، در وضعیت خاکستری وضعیت مسئولیت با نیروی انتظامی هست، اما بسیط میاد به عنوان پشتیبان وارد میشه و گاهن هم ساختار اطلاعاتی دست به بازداشت هایی رو میزنه. در وضعیت زرد گردان های ضد شورش بسیط وارد میشه، اما اگر وضعیت قرمز شد سازمان دوم سپاه و اون یگان های مسلح، حتی گردان های تکاور رو، حتی میتونن ارتش رو هم بیارن، یعنی چون ارتش هم عضو شورای امنیت کشور هست، بیارن و به اون مرحله برسه. البته تا به حال به اون وضعیت قرمز هنوز نرسیده و معمولا در وضعیت زرد بوده، با این وجود اون بخش نظامی و مسلح رو وارد کردن. یعنی سال 96 و 98 خب بخش نظامی و مسلح رو به فرمان شما وارد کردن، سال 96 و 98 خب دیگه حالا چه فرقی بر مردم میکنه که رنگش رو چی بذاریم، مثلا وضعیت قرمز یا زرد بوده، اینا تمام مسلح اومدن در مقابل جانم. دلیلش این هست که تأثیر پذیری شوراهای تأمین از سپاه خیلی زیاد است و فرماندهان سپاه که عضو شورای تأمین هستن خیلی فشار میارن، چون احساس خطر میکنن و قبلتر از این که اون وضعیت قرمز تحقق پیدا بکنه اجازه میگیرن که نیروهاشون رو وارد صحنه بکنن. و این اجازه رو از کی میگیرن؟ این اجازه رو به استانداری ها یعنی شورای تأمین تحمیل میکنن. شورای تأمین تصمیم گیرنده هست و در سطح کشور هم شورای امنیت کشور تصمیم گیرنده است. البته خب چارچوب هایی هم وجود داره که خب بالاخره از رده های بالاتر مثل نهاد رهبری یا شورای عالی امنیت ملی هم دخالت بکنند، اما بر عهده شورای تامین گذاشتن این رو. آقای رضایی، در سرکوب اعتراضات قاعدتا دستور شلیک به مردم رو کی صادر میکنه؟ منظورم چه نهادی صادر میکنه و آیا این در سطح ملی صادر میشه؟ مثلا فرض کنید سال 96 مثلا گفته میشود که اگر از فلان مثلا خط قرمز عبور کردن در هر شهری و استانی مثلا بزنید، چه جوریه؟ ببینید اصلا چرا شورای امنیت کشور رو به وزارت کشور که اصولا باید یک نهاد سیاسی هست بسپارند؟ دلیلش این هست که سیاسیون معمولا میخوان که رویکرد سیاسی داشته باشن
و تا حد ممکن از رویکرد نظامی پرهیز بکنن. حد اکثر کاری که میخوان سیاسیون بکنن رویکرد سیاسی امنیتی هست، اما نظامی ها رویکرد نظامی امنیتی رو دارن. در رویکرد نظامی امنیتی دیگه موضوع مثل جنگ هست، مثل تهدید سخت هست، مثل تهدید نیمه سخت هست و از ابزار جنگی استفاده میکنن، در حال که در رویکرد امنیتی از ابزار امنیتی و ضد شورش. اینکه مثلا در به اصطلاح اعتراضات شهری میان از اسلحه جنگی استفاده میکنن، این قطعا یک اقدام ضد حقوق بشری هست. اصلا اسلحه ای که بایستی در ضد شورش استفاده بشه اسلحه‌های برد کوتاه است که زخمی کننده است، مثل کلت کمری که حداکثر 50 متر 100 متر برد مؤثر است، یا مسلسل‌هایی که از کالیبر 9-10 استفاده می‌کنن و برد مؤثرشون خیلی پایین است. اما وقتی میاد روی پشت بام با اسلحه قناصه که یک اسلحه جنگی است با برد مثلا 1200 متر استفاده می‌کنه، این دیگه رویکرد نظامی هست نه رویکرد به اصطلاح امنیتی، و قطعا هم قابل پیگیری هست. حتی با همین قوانین نیمبند جمهوری اسلامی در محاکم قضایی این میتونه قابل پیگرد باشه، ولی خب اون نفوذی که سپاه داره و اون تکلیفی که برای خودش قائل هست که من وظیفه حفاظت از انقلاب رو دارم، خیلی خودسر حتی گاهن شورای تامین هم تصمیم نمیگیره و وارد میشن. این اتفاق بارها افتاده، بدون اینکه شورای تامین تصمیم بگیره وارد میشن و شلیک هم میکنن و افراد مختلف رو هم زخمی و به اصطلاح میکشن. یعنی همون فرمانده مثلا سپاه در همون منطقه در میدان به اصطلاح همون دستور میده که برین بزنین بدون اینکه دستور نه، در خود سپاه رده هایی هستن که از فرمانده سپاه هم خودشون رو بالاتر میدونن و احتمالاً دستور رو مستقیما از تهران یا از بیت رهبری میگیرن. یعنی کی؟ مثل حفاظت اطلاعات. حفاظت اطلاعات یک رده امینتری از سپاه هست برای رهبری. این اتفاق افتاده، مثلا به عنوان مثال بگم که شاید در تاریخ ایران خیلی کم به این پرداخته شده، در اون حادثه کوی دانشگاه که در تهران بود، حالا فکر میکنم 78 یا 78 18 تیر تهران، در تبریز 20 تیر این اتفاق افتاد. یعنی دانشجویان یک اعتراضی رو کردن، من خودم اون موقع دانشجو بودم، اعتراضی کردن، اعتراضشون به راهپیمایی انجام شد، راهپیمایی تموم شد، بعد از ظهر این تجمع به اصطلاح جدی‌تر شد، در بین این تجمع یکی از بسیجیان کشته شد. هیچ وقت هم این پیدا نشد که این توسط چه کسی کشته شد. البته من بعد که به خارج از کشور اومدم تونستم یک نفر رو پیدا بکنم که ایشون رو بعد گرفته بودن و تحت فشار گذاشته بودن که باید اعتراف اجباری بکنی که من زدم اون رو، که حالا بعدن یه مدت زندانی بود، بعدن ول کرده بودن. اما عصر اون روز، یعنی بعد اینکه این حادثه اتفاق افتاد، تعدادی با اسلحه وارد دانشگاه شدن و مستقیما به دانشجوها شلیک کردن. در این بین حدود 14 نفر، اگه اشتباه نکنم قطعا 14 نفر که 4 نفرشون هم خانم بودن، با تیر مستقیم مجروح شدند اونجا. سالها بعد من در یک جمع اطلاعاتی بودم بچهای تبریز، اونجا این سوال رو کردم که چرا شما شلیک کردید، چه کسی این اجازه رو، فکر میکردم که اطلاعات سپاه این کار رو انجام داده، و اینها گفتن که نه، اصلا کار اطلاعات سپاه نبود، این حفاظت اطلاعات بود و بدون اینکه مجوزی داشته باشن، از کجا گرفته باشن، قطعا مال شورای تامین نبود که شلیک بکنن. اما وارد شدن و شلیک کردن، حتی رئیس دانشگاه رو هم کتک زدن، وارد خوابگاه خواهران هم شدن اونجا. این رو میگم که بله، یک نهادها اینچنینی هم هستن که مستقلتر از فرمانده سپاه هم ممکن عمل بکنن و دست به قتل بزنن. سوال خیلی زیاده، من میترسم نرسیم، میخوام تونتون چند سوالی که اساسی تره بکنم برگردیم. ببینین، در جوانرود یه اتفاق افتاد، مثلا در همین تیراندازی به مردم، فرمودین از پشت بام، مثلا افرادی که از پشت اون سال 88 به مردم شلیک کردن و یه دست جوانهای مردم با گلوله همینا کشته شدن، و بعدم سالهای بعدم این شیوه کشتن مردم از پشت بوم ادامه پیدا کرد.
اینا از چه یگان و نهادین؟ اجازه بدین ببینیم یکی دو تا تیکه رو. برای مثال 10 سال بعد از سال 98، سال 88، سال 98 ببینیم. در جوان رود اینا از کی و از کجا دستور میگیرن آقای رضایی؟ متاسفانه باید بگم که خب اینها اصولا بایست یگان تکاوری سپاه باشن و اصولا باید دستورش رو از شورای تامین، یعنی شخص فرماندار و مجموعه شورای تامین اونجا گرفته باشن. ولی عرض کردم معمولا فرمانده سپاه اعمال نفوذ میکنه و از سلسله مراتب خودش دستور میگیره، یعنی قطعا از تهران و تهران هم از نهاد رهبری یا نهاد بالادستی مثل شورای عالی امنیت ملی این دستور رو میگیره و مستقیما شلیک میکنن. البته در جاهای مثل کردستان به خاطر اینکه وضعیت اون تهدید نیمه سخت رو اونجا اعمال میکنن، خود سپاه حتی قرارگاه سپاه هم میتونه دستور شلیک بده، چون اونجا دیگه دشمن فرض میکنن مردم رو. و مسئول پاسخگو در واقع به مثلا نهادهای بالادستش کیه؟ اونجا شما گفتین مثلا در جوانرود مثلا فرمانداره، فرض کنه رئیس شورای اون شهر، شهرستان. بعد در کردستان مثلا فرض کنین مثال زدین، خب فرمانده سپاه منطقه مثلا شاید. این اینا هستن مسئولیت دارن که پاسخ بدن به بالادستشون که میشه فرمانده کل سپاه و بعد میشه خامنه ای؟ از لحاظ قانونی بایست شورای تامین، یعنی فرماندار و استاندار اون منطقه، پاسخگو باشه، چون رئیس شورای تامین این هست و اصولا بایست شورای تامین دستور شلیک رو بده. و اینجاست که میتونه اون، چون سیستم قضایی میگم مستقل ندارم، اگه دادستان مستقل داشته باشیم دادستان میتونه بکشونه که آقای فرماندار اینجا به چه دلیلی شما دستور شلیک دارید، و اونجا این میتونه بگه که اصلا این مصوبه شورای تامین نبود، مثلا یک نهاد مثل حفاظت اطلاعات یا فرمانده سپاه بدون اینکه دستور رو از شورای تامین بگیره دستور شلیک رو داده. ولی وظیفه قانونیش فرمانداری و مجموعه وزارت کشور هست. آقای رضایی، در سرکوب اعتراض ها هر وقت که میبینیم چه مردم چه در اخبار رسانه ها، اینا همه از اصطلاح یگان های ضد شورش صحبت میکنن. این یگان های ضد شورش کیان؟ آیا فقط زیر نظر سپاهن؟ تعداد یگان های ضد شورش، نفراتشون حدوداً میشه گفت که چقدره؟ و هم یگان ویژه که زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی است و در استان ها هستن، یا هر یگان های به هر حال به اسم یگان ضد شورش معروفن؟ بله، خب اصلیش که همین یگان ویژه نیروی انتظامی هست که بایستی در صحنه باشه و برخورد بکنه. ولی در یکی از این مصاحبه هم گفتم که اینها در شرایطی که مردم واقعا متحد بشن و اعتراض تبدیل به مبارزه بشه، معمولا عقب نشینی میکنند و منتظر هستند که سپاه و بسیج بیاد اینجا. سپاه اولین رده ای رو که وارد میکنه همین گردان های امام علی هست. رده بعدی که میتونه وارد بکنه یگانهای به اصطلاح تکاوری نیرو زمینی هست، میتونه سازمان دوم سپاه رو وارد بکنه و میتونه از لباس شخصی ها که حالا یه ساختار غیر سازمانی هست، اینها هم گاهن به صورت اکثر هم وارد میشن و اعمال به اصطلاح قدرت میخوان اونجا انجام بدن. لذا دقیقا نمیشود گفت که این ساختار و سازمان چه تعداد هست، چون میگم بخش بسیجش خیلی وقتها تحقق پیدا نمیکنه و گاهن همین مباحثی که تحت عنوان لباس شخصی ها هست بدون اینکه در ساختار و سازمان باشه به صورت خودسر ممکنه وارد بشن، این اون ماجرای شعبان بیمخ ها، و دست به سرکوب بزنن. این ماجرا هم وجود داره. آقای رضایی، اجازه بدید من قبل از اینکه این نکته مهمی است لباس شخصی ها، روی این موضوع ازتون یک دوتا سوال دارم بکنم. در ادامه همین یگان های ضد شورش، یکی از یگان هایی که
بیشتر ایجاد وحشت میکنه قبل از هر چیزی، یعنی تلاشش اینه که ایجاد وحشت بکنه، که از سال 78 همون ماجرای کوی دانشگاه بعدش در سرکوب همه اعتراضهای مردم فعال بوده. پیرن لباس سیاه میپوشن که آدم ها یاد شبه نظامی های حزب فاشیست ایتالیا دوره موسولینی میندازه که همینطوری لباس یک دست سیاه میپوشیدن، نیروی ویژه دفاع از فاشیزم بودن دیگه اینا در ایتالیای موسولینی. تو ایران بهشون میگن نوپو، که میگن مختصر نیروی ویژه پیرو ولایت. نوپو یکی از یگانهای ویژه نیروی انتظامی است ظاهرا. چند نفر نیرو داره؟ در کجا مستقرن؟ مردم در مقابله با اینا به ویژه چیکار میتونن بکنن در تظاهرات خیابونی؟ ببینید نوپو اصولا یگان ضد شورش نیست، یگان ضد تروریسم هست. ما در گذشته یک تیپی رو در ارتش داشتیم به نام تیپ نوهد که وظیفه این تیپ نوهد ضد تروریسم بود. نیروی انتظامی به خاطر اینکه بیاد و مردم رو هم ایجاد وحشت بکنه و هم راحت بتونه دست به کشتار بزنه، اومده روی یگان ضد شورش خود اسم یگان ضد تروریسم گذاشته، در حالی که این به اصطلاح سیستمی که اینها دارن عین تروریسم است. اصلا تروریسم به معنی دهشت افکنی و وحشت افکنی هست دیگه، همین شکل لباس و اسلحه‌هایی که عموما جنگی هستن این نشون میده که خودشون تروریسم هستن، اما دقیقا برعکس تو استفاده میکنن از واژه ضد تروریسم و دست به اسلحه میبرن و شلیک میکنن، در حالی که یگان ضد تروریسم اون موقعی میتونه بیاد که یک گروه تروریستی اونجا باشه. مفهوم گروه تروریستی هم این هست که گروه تروریستی میاد اونجا وحشت ایجاد بکنه، مثلا در یک به صورت بی هدف ترور بکنه، به صورت فله‌ای انفجار انجام بده یا دست به اقداماتی بزنه که مردم بیگناه کشته بشن، در حالی که این اتفاق معمولا در اعتراضات داخل کشور وجود نداره. اما به خاطر اینکه بتونن مردم رو سرکوب بکنن و اسم تروریسم بذارن، اینها رو آوردن ساختن که از این سوء استفاده بکنن و بتونن اسلحه جنگی وارد عرصه سرکوب بکنن. ببینید آقای رضایی، تظاهرات تا حالا همونطور که اول برنامه قبل از شروع گفتگون عرض کردم پراکنده بوده و البته گسترده بوده و هزاران نفر از مردم هم هزینه در واقع اهداف این تظاهرات شدن و سوالم این است که اولا فکر میکنید که چون اشاره کردین که حدوداً چقدر میتونه جمهوری اسلامی بسیج کنه در مواقع اضطرار در مقابل مردم، یکی این که برگردیم به همین سوال مشخصتر که اگر فرض کنید شرایطی مثل سال 96 یا سال 98 پدید بیاد در کشور، نظام در چه شرایطی ممکنه سقوط بکنه؟ تظاهرات به بی هدف آیا میتونه به در واقع کف خیابون خودش هدف پیدا بکنه؟ نمیدونم سوالمو تونستم برسونم. نه بله، جواب ساده‌ای که میشه گفت این هست که با اعتراض و تظاهرات رژیم سقوط نمیکنه. رژیم زمانی سقوط میکنه که اعتراض تبدیل بشه به مبارزه. حالا وقتی میگه مبارزه، منظور این نیست که هر کسی دست به اسلحه ببره و تقابل نظامی داشته باشه، بلکه در مبارزه این هست که مردم حرف خودشون رو به کرسی بشونن. به عنوان مثال در همین 98 که به بنزین اعتراض کردن، خب حکومت اومد اعتراض رو سرکوب کرد، همه هم به اصطلاح رفتن خونه شون، یه عده‌ای دستگیر شدن، بازداشت شدن، هنوز هم تحت آزار و اذیت هستن و ملت هم به اون خواسته شون نرسیدن. چرا؟ چون اعتراض کرده بودن. اعتراض زمانی هست که شما امید به اصلاحات داشته باشی، یعنی امیدوار باشی که حرف شما رو خواهند شنید و بهش اهمیت خواهند داد. اما با حکومتی طرف هستیم که در این 42 سال در هیچ اعتراضی حرف مردم رو نشنیده. از همون ابتدای
انقلاب اسلامی، در اعتراض به مثلا مسئله حجاب، در اعتراض به اصل ولایت فقیه و غیره که بالاخره بوده، تا امروز که آخرینش مثلا اعتراضات معلمین هست، هیچ وقت این اعتراضات رو نشنیده. پس ملت بایستی از این مرحله اعتراض عبور بکنن، وگرنه تا وقتی اعتراض هست سرکوب هست و هیچ نتیجه ای هم نخواهد داد. عبور از اعتراض زمین سازش به اصطلاح تشکیلات یابی هست. باز این نیست که ما بگیم که یک گروه های اپوزیسیونی که در خارج از کشور هستن خیلی بیان روی سازماندهی بزرگ، بلکه همون مردمی که تا دیروز میخواستن اعتراض بکنن در گروه های چند نفره با هم متحد بشن، حداقل اهداف مشخص رو داشته باشن و این رو پیگیر بشن. به عنوان مثال های کوچش بخوایم بزنیم، ببینید مثلا این روزها آدم میبینه اینا رو، مثلا قبلا به خانم هایی که از دید بعضی ها بی حجاب بود مورد تعرض قرار میگرفتن، به اصطلاح گشت ارشاد میبرد و آزار اذیت میشد. اما چیزهایی که الان میبینیم، مثلا در یک مترو به یک خانمی به اصطلاح تعرض روانی میشه، بقیه جمع میشن و اون خانم متعرض رو از قطار پیاده میکنن. این تبدیل به اصطلاح اعتراض به مبارزه هست. یا اینکه بالاخره فلان نماینده مجلس میاد میگه که آره مثلا در سرکوب، در کشتار آبان ماه من هم حضور داشتم، کی میخواد از من جواب بگیره؟ دو روز بعدش دفترش رو آتش میزنن. این یعنی مبارزه. حالا از این کوچک بگیریم تا جایی که بشود مبارزه رو به اشغال اون مراکز سرکوب که عرض کردم مهمترینش همین وزارت کشور هست در تهران و استانداری ها و فرمانداری ها در مراکز استان و شهرستان ها، بالاخره این باید تحقق پیدا بکنه تا حکومت سرنگون بشه. نماد حکومت در کشور وزارت کشور هست و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی مخصوصا دولت رئیسی داره وزارت کشور رو روی کرده نظامی بهش میده، که چون این خطر رو میدونه. یعنی در واقع نقطه ضعف حکومت وقتی در مقابل مردم قرار میگیره، این تظاهرات سراسری میگم مثلا سال 96-98 اینا، نقطه ضعفش در مرکز میشود وزارت کشور، ساختمان وزارت کشور و کل تشکیلاتش. کل تشکیلاتش یعنی میشه در استانها استانداریها، در شهرستانها میشه فرمانداریها دیگه. بله، ببینید هر وقت این اتفاق افتاد، البته خب مراکز اصلی قدرت شاید مثلا بشه گفت صدا سیما مهم هست یا ریاست جمهوری و رهبری و غیره، اما وقتی وظیفه مقابله با مردم و وظیفه اداره کشور با وزارت کشور هست و مردم معترض به اصطلاح میان و اونجا رو اشغال میکنن، یعنی دیگه حکومت از مشروعیت میفته. و در دوره فعلی هم رسانه ها به لحاظ رسانه های متعددی وجود دارن، مخصوصا بستر اینترنت، حالا درسته تو اون شرایط ممکنه بسته بشه، و یا رسانه هایی که در خارج از کشور هستن وجود دارن، دیگه صدا و سیما اون اهمیت 57 رو نداره و در مهمترین مرکز همین وزارت کشور هست. ما زمانی میتونیم بگیم که مردم برانداز شدند و حکومت رو براندازی کردند که وزارت کشور سقوط بکنه. البته این ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی همینجا نباید مردم بسنده بکنن، بلکه بعد از این هست که مردم بیان و خیابانها رو اشغال بکنن تا نیروهای سرکوب نتونن این به اصطلاح اشغال مراکز قدرت رو بازپس بگیرن، و این ممکنه حتی چند ماه طول بکشه. اما اینجاست که مقاومت مردم و بستن خیابانها بر روی نیروهای سرکوبگر هست که منجر به پیروزی خواهد شد. آقای رضایی، اجازه بدین در فرصتی که داریم روی ساختار ترور در سپاه یکی دو تا سوال ازتون بکنم. این ساختار چگونه است؟ اصولا تصمیم گیرنده در آدم ربایی ها و ترورهایی که سپاه انجام میده، چه در داخل چه در خارج از کشور، چه مقامیه؟ و ساختار اطلاعات و هم اطلاعات هم عملیات روی سوژه چگونه است؟ خب یک سوالی هست که در سطح بکلی سری هست و جایگاه من جایگاه سری بود حد اکثر، اما توضیحی که بدم این هست که از گذشته در نیروی زمینی سپاه که یک زمانی به اصطلاح چجوری میگن ستون فقرات سپاه نامیده میشد،
در اطلاعات نیروی زمینی یک رده ای بود به نام 0120، الان هم هست این رده. این 0120 وظیفه عملیات ویژه رو به عهده داشت که عملیات ویژه شامل همین ترور، آدم ربایی، ورود پنهان، بمب‌گذاری، نمیدونم این قبیل اقدامات بود. البته خب اون موقع بیشترین کارهایی که اینها انجام میدادن بر علیه گروه های به اسم مخالف مسلح بود، مثل گروه های کرد یا سازمان مجاهدین خلق و غیره، که خب در هر کجای دنیا هم میتونستن دست به این ترورها میزدن. در سالهای بعد مراکز اطلاعاتی که نیرو زمینی در 7 جا داره، اینها هم در واقع این مراکز 0120 شون رو فعال کردن، اما اینها بیشتر رویکرد نظامی داشتن و یکی از کارهایی که انجام میدادن اطلاعات تهاجمی بود. اطلاعات تهاجمی به این معنی هست که با حمله و هجوم بتوان اطلاعات به دست آورد. از جمله این کارها مثلا روبودن یک نظامی خارجی. خب این طرح‌ها حتی در برخی از استان‌ها که مراکز اطلاعاتی داشت وجود داشت. مثلا یک زمانی که اطلاعات سپاه روی ساختار مرزبانی جمهوری آذربایجان بعد اینکه شکل گرفته بود کار می‌کرد، از برنامه‌هاش این بود که یک مأمور مرزبانی آذربایجان رو بروبایه بیاد و اون رو تخلیه اطلاعاتی بکنه. یا این اتفاقات گاهی میفته، مثلا یک توریستی اومده به ایران، این رو میدونن که مثلا در ارتش آمریکا بوده یا چیز، این رو به اصطلاح مورد ربایش قرار بدن که بتونن تخلیه اطلاعاتی بکنن. این قبیل کارها رو 0120 انجام میداد. بعد تشکیل سازمان اطلاعات یک رده به عنوان 1600 در سازمان اطلاعات تشکیل شد که وظیفه عملیات ویژه رو بر عهده داشت و الان هم داره. البته در این تشکیلات در استانها بحث ترور وجود نداره، ولی بحث ورود پنهان، بحث سرقت اسناد، بحث به اصطلاح بازداشت و نمیدونم جابجایی و این چیزها هست. و طبیعتاً با توجه به این که در حوزه به کلی سری هست، اگر تروری هم وجود داره که شواهد قرائن متعددی نشون میده که برخی از افراد مورد ترور قرار گرفتن، خب اینها به صورت متمرکز از تهران انجام میگیره الان. از تهران یعنی از کجا آقای رضایی؟ از سازمان اطلاعات. از سازمان اطلاعات سپاه که الان رئیسش طائبه. و رئیس طائب کیه آقای رضایی؟ رئیس طایب به نظر من مصطفی خامنه‌ای. مصطفی خامنه‌ای و خود خامنه‌ای. آیه رضایی، نمونه هایی بوده از خب شما مستقیم درش نبودید، همونطور که فرمودید به دلیل اینکه در رده به کلی سری بوده که از رده شما بالاتر بوده در واقع. آیا نمونه هایی بوده که بدانید حالا یا شنیده باشید یا در جریانش به دلیل اینکه در بخش اطلاعات سپاه استان کار میکردید، به هر حال از فرماندهان اطلاعات استان بودید، بدانید در جریان قرار گرفته باشید که سپاه ترور کرده یا اقدام به ترور کرده باشه؟ ببینید، من مستقیما بدونم که فلان کس رو سپاه کشته نمیدونم، اما بر اساس شواهد قرائن، بر اساس کیس های خاصی که از تهران پیگیر بودن و این افراد تحت یک حادثه ای جانشون رو از دست دادن و یکی دو نفر هم نبوده و تقریبا هم حوادث شبیه هم بوده، این نشون میده که به اصطلاح بالای 90% بگیم که این افراد مورد ترور قرار گرفتند. این قبیل، بله، یکی دو نفر رو من میدونم که کیس خاص بودن و بعد جانشون رو از دست دادن و اکثرا هم طی حوادث از دست دادن. کی این دو نفر، یکی دو نفری که میگین، اگه میشه بگین؟ خب من به عنوان مثال بگم، مثلا در موضوع آذربایجان، در موضوع قلعه بابک که خب سالها فعالین آذربایجانی میخواستن که به عنوان نماد بابک خرم‌دین رو به عنوان نماد مقاومت ایرانیان و مقاومت آذربایجان در برابر تهاجمات این رو برجسته بکنن، چندین سال برنامه ای رو در قلعه بابک برگزار کردن. در یکی از این برنامه ها که فکر میکنم سال 86 یا 87 بود، خب اطلاعات مرکز اطلاعات هم وارد شد و برنامه شون این بود که فقط فیلم برداری بشه
روی کیس های خاص، یعنی آدم هایی که به عنوان به اصطلاح پتانسیل رهبری داشتن. بالای 150 ساعت فیلم برداشته شده بود از این افراد که بعد اومدن افراد رو که مطالعه کردن، دو نفر رو به عنوان لیدرهای اصلی به اصطلاح مطرح کردن. یک فیلمی از مجموعه این 100 ساعت فیلم، یک فیلم 15 دقیقه‌ای و یک فیلم 5 دقیقه‌ای ساخته شد که بره تهران. این دو نفر، یکیش آقای اکبر علمی بود که نماینده تبریز بود، ایشون خودشون در تجمعات قلعه بابک حضور داشت و با معترضین اونجا صحبت میکرد، لذا ایشون رو سپاه فرض میکرد که این ممکنه فراتر از این بره و با به اصطلاح جریان آذربایجان هماهنگ بشه، که من میدونم ایشون رو مورد مطالعه قرار دادن. یک نفر دیگر هم بود، فردی به نام چنگیز بختاور، ایشون هم جز فعالین اون منطقه بود و داشت کار میکرد و جالب هست که بعد یه مدتی جنازه چنگیز بختاور در محل کارش پیدا شد و هیچ وقت هم مشخص نشد که چرا و چطور کشته شده، و اکبر علمی رو هم که ترور سیاسی کردند و به نوعی کنار گذاشتند و هنوز هم نمیتونه وارد عرصه سیاست بشه. حالا با خودش صحبت کردن، کنار کشید یا توافقی صورت گرفت یا واقعا در همین ترور سیاسی از بین رفت وجود داشت. البته بعدها هم نمونه های دیگری بود که بیشتر در حوزه مذهبی چندین نفر با تصادف از بین رفتن که باز این شایبه ترور وجود داره. در حوزه مذهبی یعنی دراویش بودن یا اهل تسنن بودن؟ نه، اتفاقا شیعه. یکی از مثلا روحانیون برجسته اردبیل با همین طریق از بین رفت. حالا من اسم بیارم، آیه مولایی، عادل مولایی، یکی از روحانیون برجسته اردبیل بود و اتفاقا نزدیک به حاکمیت هم بود، ولی ایشون یک سری فعالیت های ناسیونالیسم آذربایجانی، حالا اینجوری بگیم، فعالیت های محلی داشت. مثلا قرآن رو به زبان آذربایجانی ترجمه کرده بود، نهج البلاغه رو ترجمه کرده بود، نمیدونم علمای آذربایجان رو کتاب نوشته بود. خب یه مدت هم مثلا خود سپاه قدس مثلا این قرآن هایی که به زبان آذربایجانی های مولایی نوشته رو چاپ میکرد، در جمهوری آذربایجان پخش میکرد. اما ایشون اومد، چون خیلی علاقه‌مند به اصطلاح روحانیون آذربایجانی بود، خواست که آقای موسوی اردبیلی رو برجسته بکنه. مستحضر هستید که از دهه 80 به بعد موسوی اردبیلی به نوعی کنار گذاشته شد، با توجه به اینکه زاویه فکری با رهبری پیدا کرده بود. ایشون میخواست که دفتر موسوی اردبیلی رو در اردبیل احیا بکنه. سپاه برآوردش این بود که این میتونه به تضعیف جایگاه رهبری بیانجامه، مخصوصا در اردبیل و آذربایجان شخص دیگری برجسته بشه. و جالب هست که همین عادل مولایی در یک تصادفی که داشت میرفت قم که با آقای منتظری دیدار داشته باشه فوت کرد. یا از دراویش هم همینطور، در شهرستان کوثر به اصطلاح دراویش داشتن فعالیت میکردن، یکی از به اصطلاح اون رهبران محلی دراویش، اگه اشتباه نکنم اسمشون آقای قریشی بود، باز ایشون هم جزء کیسای ویژه بود که تهران خیلی این رو پیگیری میکرد، ایشون هم در یک تصادف کشته شد. میگم من نمیتونم بگم که همه اینها واقعا ترور شدن، اما شواهد و قرائن و اون حساسیتی که از اینها گزارش میخواستن نشون میده که به احتمال زیاد مورد ترور قرار گرفت. و این ترورها در همین حوزه ای که الان شما داشتین صحبت میکردین، این ترورها کار اطلاعات سپاهه نه وزارت اطلاعات. چون وزارت اطلاعات که میدونیم دیگه از دهه 70 به بعد تا آخرین لااقل تازه ترین نمونه ای که مطرح شد دکتر فرشید حکی بود که در تهران سوزوندنش با اون وضع فجی. اینا خب تا حدود زیادی روشن شد که کار وزارت اطلاعات بوده، اگر من اشتباه میکنم شما بفرمایید، خواهش میکنم. ولی این چارچوبه ای که شما فرمودین، اینا که مثلا در تصادف کشته شدن فلان، اینا کار اطلاعات سپاه بوده؟ من نمیتونم دقیق بگم که کار اطلاعات سپاه بوده، ولی اینها کیس های ویژه اطلاعات سپاه بودن که از تهران با حساسیت تحرفات و فعالیت های اینها رو رصد میکردن. سپاسگزارم. حالا خوبه که دکتر اکبر
علمی سرمو رو گنده و شاخ شمشاد تشریف دارن و همچنان از تا حدی که میتونن تا اونجایی که اطلاع دارم من و حتما شما میدونین تا اونجایی که میتونن از آرمان خواهی خودشون دفاع میکنن. ببینید یکی از تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه این است که در ادامه فرمایشات شما عرض میکنم که میگه اگر ما بریم کشور تجزیه میشه، اینو بارها شنیدیم. اردبیل جزو استانهایی است که حتی طرفداران تحصیل به زبان مادری هم که بهشون هویت طلب میگن گویا سرکوب میشن به اسم پانترکیست و تجزیه طلب و اینها. آیا واقعا با رفتن جمهوری اسلامی احتمال تجزیه ایران هست با اون آگاهی که شما دارین از این جریانهای ملی و هویتی و قومی در آذربایجان ایران، یعنی در استان آذربایجان؟ من معتقد هستم که با ماندن جمهوری اسلامی کشور به سمت تجزیه سوق داده خواهد شد و گروه‌های اتنیکی وقتی ناامید میشن از هر گونه اصلاح طلبی و هر گونه حق‌خواهی لاجرم به سمت تعیین حق سرنوشت کشانده میشن. البته تجزیه ایران به نفع هیچ کس نیست، به نفع هیچ قوم و ملت و اتنیکی نیست و حتی به نفع کشورهای منطقه هم نیست. من برخلاف اون باوری که بعضیا فکر میکنن که مثلا کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان علاقمند به جدایی آذربایجان یا جدایی بخشای دیگه هستن، به هیچ عنوان اینطور نیست. من 15 سال بیش از 15 سال در حوزه آذربایجان کار کردم. اتفاقا اونها نگران هستن که اگر مثلا آذربایجان جدا بشه، خب این تبعاتش رو اونها خواهند کشید. بخش بزرگی ممکن است مهاجرت بکنند، بافت جمعیتی به هم بخوره، بافت سیاسی به هم بخوره و چندان تمایلی وجود ندارن. حالا دوره ابوالفضل سیبک ایشون بله طرفدار اتحاد بود، ولی دولت‌های بعدی این رو نمی‌خواستن. متأسفانه جمهوری اسلامی مثل همیشه به جای اینکه از فرصت‌ها استفاده بکنه، هر فرصتی رو تبدیل به تهدید می‌کنه و اصلا تهدید محور هست، همه چیز رو تهدید می‌بینه و بحران ساز هست، در حالی که همین گروه‌های اتنیکی و قومی که وجود دارن میتونه یک فرصت بسیار بزرگی باشه. به عنوان مثال مثلا در جنوب کشور کشورهای عربی یک اتحادیه ای رو ساختن، اتحاد فکر میکنم شورای همکاری خلیج فارس. خب این جمهوری اسلامی هم ایران هم کشور حوزه خلیج فارس هست و اتفاقا بیاد بگه بله ما هم عرب داریم و به خاطر همین میتونیم در این شورا شرکت بکنیم. یا الان مثلا شورای همکاری کشورهای ترک زبان ترک داره شکل میگیره، این یک شورای اقتصادی هست. اون نقشه‌ای که آقای اردوغان کشید و در جمهوری اسلامی نشون داد و در جمهوری اسلامی سعی کردن جنجال بکنن که این دخالت در امور داخلی هست و نمیدونم یک نقشه سیاسی هست، خب این یک نقشه اقتصادی هست. مثل همه دنیا که دنبال کنفدراسیون ها هستن و از وجود کنفدراسیون ها چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه اقتصادی دارن بهره مند میشن، خب ایران هم میتونه از این استفاده بکنه و بگه که بله ما هم اینجا این مقدار ترک داریم، پس ما هم وارد این حوزه بشیم. این اتفاقات میفته و فارغ از این بالاخره مردمی که در مناطق به اصطلاح قومی و اتنیکی هستن وقتی تفاوت‌ها رو می‌بینن و ناامید از آینده میشن، خب طبیعی هست که به سمت حق تعیین سرنوشت خواهند رفت. لذا من فکر می‌کنم که اگر جمهوری اسلامی دوام داشته باشه و بیش از این مردم ناامید بشن، لاجرم این حق تعیین سرنوشت و استقلال طلبی به وجود خواهند اومد و این به نفع هیچ کس نیست. آقای رضایی اگر ممکن است مختصر خواهش کنم بفرمایید، من میخوام در روی لباس شخصی ازتون بپرسم. لباس شخصی ها از کی نیرو میگیرن، از کی حقوق میگیرن و چجوری سازمان داده میشن؟ خب ببینید لباس شخصی ها ساختار و سازمان متعددی دارن، یعنی سازماندهی که بیشتر گاهن چجوری میگن خودسرها هم اینجا هستن. ما بیایم به خاطر اینکه تفکیک قائل بشیم لباس شخصی ها رو به دو گروه چماغدارها و اسلحه دارها تقسیم بکنیم. آقای رضایی عذر میخوام، معذرت میخوام، میدونم فرصت خیلی کوتاهه، سعی کنین اینو مختصرش کنین
از مقدمه بکاهید کاملا یه دقیقه ای میتونیم بگین که من میخوام یه دو سه دقیقه دو دقیقه حداقل وقت داشته باشین که صحبتی دارین خودتون در جمع‌بندی این بحثا بکنید. خب ببینید خلاصش این هست، یک سری آدم هایی هستند که در سابقه شخصی خودشون جنایت هایی رو انجام دادن، اینها هویتشون، زندگیشون، حیاتشون وابسته به جمهوری اسلامی است. یعنی اگه جمهوری اسلامی نباشه اینها محاکمه خواهند شد، لذا دست به هر طریقی، این سپاه که میگه من حافظ انقلاب هستم، اینها هم خودشون رو حافظ انقلاب، در واقع حافظ منافع خودشون میدونن. خب این افراد اومدن با عواملی مثل مثلا هیئت راه انداختن، نمیدونم حسینیه رو ادارش رو بر عهده گرفتن و اینها، یک سری افراد رو جمع کردن و اینها رو به عنوان چماغدار، به عنوان محافظ در واقع خودشون آوردن و وارد صحنه میارن و خب طبیعتا سپاه وسیط هم از اینها حمایت میکنه. این یک هست. یک بخش دیگر که عرض کردم رده های امنیتی هست، مثل همین حفاظت اطلاعات یا در شرایطی نیروهای وزارت اطلاعات. اینها در شرایطی که احساس بکنن خطر جدی هست، چون خودشون رو علاوه بر اینکه حافظ انقلاب میدونن، رده بالاتری از دولت میدونن، رده بالاتری از شورای تامین میدونن، اینها هم وارد میشن و حتی بدون اینکه اجازه شورای تامین باشه ممکن اسلحه بکشند و سرکوب بکنند. عجب. آقای رضایی یک دقیقه وقت دارین، اگه نکته ای دارین خواهش من بفرمایید، این دیگه مال شما. خب من نکته هم این هست که خطاب به نیروهای مسلح، مخصوصا همکاران سابق در سپاه و بسیج و اینها، که ببینید شرایط کشور رو به سمتی دارن سوق میدن که لاجرم نیروهای مسلح رو در برابر مردم قرار بدن. تا حد ممکن من به همه عزیزان توصیه میکنم که مردم رو دشمن فرض نکنن. مردم واقعا دشمن نیستن، مردم حرفایی دارن، مردم ناراضی هستن. حکومت جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، این حکومت نه مقدس هست و نه حافظ منافع ملی. لاجرم ملت ایران به این نتیجه خواهند رسید که از جمهوری اسلامی عبور بکنند و بایستی هممون به این نتیجه برسیم و جمهوری اسلامی عبور بکنیم تا بتوان به اصطلاح منافع ملی رو حفظ کرد، رفاه و امنیت و آرامش رو برای کشور و مردم فراهم آورد. بسیار سپاسگزارم آقای علی رضایی، سرهنگ پاسدار علی رضایی، جانشین پیشین اطلاعات سپاه استان اردبیل. ممنونم آقای رضایی که امشب هم در خدمتتون بودیم. تشکر میکنم. بریم پرده آخر. پیغمبر مثل 17 ربیع وقتی به دنیا آمدن، اصلا جسم خاتم الانبیا که وارد این عالم خاکی و ملکی شد، یک تحولات عجیبی در عالم ایجاد کرد. امام صادق سلام الله علیه می فرماید ابلیس قبل از جناب عیسی به 7 آسمان صعود می کرد و همراه ملائکه عبادت خدا می کرد و گاهی هم خبرها رو می گرفت و به نوچه هاش تحویل می داد. وقتی که عیسی به دنیا آمد، او را از 3 آسمان منعش کردن ابلیس، 4 آسمان می رفت بالا. پیغمبر اکرم که به دنیا آمدن، از آسمان اول او را منع کردن، دیگه نمی تونست بالاتر بره. شب و روزگار خوش.